راجب همین فردین ویدیو دارم. شغلتون چی هست؟ هدف بعدی کیه؟ از هیروشیما بگو برامون. تا حالا تهدید شدی؟ بله. فنگشویی کنی که ویزا بگیری؟ سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ایمان رادم و تو این ویدیو میخوام به سوالی که شما پرسیدین جواب بدم. به ترتیب شروع میکنم، از اولین سوال جواب میدم و سعی میکنم جوابم خیلی کوتاه باشه. راجب امین فردین اولین سوال و دومین سواله و خیلی تکرار شده این. راجب امین فردین ویدیو دارم، نه راجب این که مثلا این آدم کیه و چیه و چه جوریه، فقط بررسی میکنیم فعالیتش رو. یه نظر سنجم گذاشتم که اگه کسی موافقش یا مخالفش دلیلشو بگه. تعداد خیلی زیادی هم شرکت کردن، حتما راجبش ویدیو داریم. من اون سبک پرداختن به حاشیه های آدم های حالا چهره ها و سلبریتی ها رو نمیپسندم، چون فقط دست گذاشته روی زندگی خصوصیشون. اون بخشش رو اگر میذاش کنار خب بهتر بود، ولی خب قطعا انقدر بازدید نمیتونست بگیره. میریم سوال بعدی. تنها راه منبع درآمدت فقط از طریق عکاسیه؟ میصرفه برات یا شغل دیگه هم کنارش داریم؟ والا دلتون نخواد، من الان یک سالم شاید بیشتر باشه که عکاسی نکردم. از زمانی که برگشتم ایران خیلی آتلیه‌مو فعالیتشو ادامه ندادم، چون همش دنبال بودم که دوباره برم. عکاسی اگر تخصصی بهش بپردازیم و واسش وقت بذارید، آره میتونه خوب باشه، میتونه منبع اصلی درآمد باشه، اما نخواهی یه نفر مثل بقیه باشی. یه سری لطف زیاد داشتید، واقعا دمتون گرم، خیلی تعریف تمجید زیاد بود. خواهم یه سوالی رو جواب بدم که یا با نظر من نسبت به اون آشنا بشید، به اون موضوعی که براتون مطرحه، یا سوالی مثل همین که آقا مثلا عکاسی درآمدش به درد میخوره جوابی بدم که حالا توش تجربه دارم و میدونم میتونه بهتون کمک بکنه. از یه سری از پیام‌ها رد میشم، منظورم این بود. راه حل برای اینکه تو این دنیای مجازی و واقعی روانمون سالم بمونه یا با این همه خبر بد، ریاکاری و دورویی ادامهشون رفته، فکر کنم پیامش طولانی بوده، راهکارش این که این موبایلو پرت کنی تو دیوار بری سر زندگی. ولی خب خیلی سخته، بعید میدونم مثلا بشه الان جوری زندگی کرد که وابسته به سوشال مدیا نباشه. اینو واقعا دارم نظرمو میگم، اگر خودم میتونستم، یعنی شرایطش داشتم، این مسیری که من تو زندگی طی کرده بودم به این موضوع و این حالا حرکت ها ربط نداشت، خیلی دوست داشتم الان بتونم یه کاری بکنم که اصلا اینستاگرام پیجی واتساپ هم نداشته باشم. این نظر شخصیمه. شغلتون چی هست؟ عکاسی میکنم، تیزر و ویدیو میسازم، الان که دارم تولید محتوا میکنم. هدف بعدی کیه؟ هدف بعدی آگاه شدن مخاطب، سواد رسانه مردم بالا رفتنه. من برنامه‌ریزی نمیکنم آها حالا بعدی بنم اینو بزنم یا اونو بزنم، چون اصلا میگم من بررسی بلاگرها رو کاری ندارم. میخواستم یه ویدیو این شکلی درست بکنم به اسم بلاگر ریویو، جنبش متاسفانه توی ایران و بین ایرانی ها نیست، دردسر و دشمن زیاد پیدا میکنم، ولی هدفم اینه که واقعا سواد رسانه مردم بره بالا. مگر اینکه دوباره یهو یکی یه داستانی خودش به پا کنه، تو شبکه‌های اجتماعی ترند بشه، داروی تقلبی بفروشه، جایزه الکی بگیره، راجبش ویدیو درست میکنم. برنامه‌ریزی ندارم واسش که کیه. خیلی جنتلمنی، ولی دستی به دماغت بکش. این دماغم خودش تولید محتوای خاص داره. اینکه چه اتفاقی افتاد که من انحراف بینی پیدا کردم، پیشونیم چرا شکسته، شاید یه روز راجبش ویدیو درست کردم. 1400 خوب بود؟ آره در کل خوب بود، همین که یه نقطه عطفی توی فعالیت من بود. ویدیو صدف رو ساختم، دیده شد، خیلی ها با من آشنا شدن، با نظراتم آشنا شدن. بدترین اتفاقش اگه بخوام بگم، یه دوستی که خیلی برام مهم بود انقدر دستم ناراحت شد و دلخور شد که با هم قطع رابطه کرده. امیدوارم این تیکه ویدیومو ببینه، یا این تیکه رو براش میفرستم که بدونه چقدر برام با ارزشه. بعد بین این سما دوتا بلاگر خوب معرفی کن. والا من سعی میکنم یه وقتایی پست‌ها از پیجای مختلف و استوری میکنم، خب همینه دیگه. یه ویدیو میخواستم درست بکنم، یعنی یه محتوایی داشتم، اسم اون بنده خدا که فعلا تو این کار ترمز انداخته رو نمیارم، ولی ایشالله که این دوستمون همکاری کنه زودتر این ویدیو استارت بخوره. ویدیوها رو همینجا بذار ببینیم. من دارم سعی میکنم ویدیو رو واقعا تو اینستاگرامم بذارم، ولی بدونید اینکه شما بیاید ویدیوها رو توی یوتیوب ببینید، دارید از منم و فعالیتم حمایت میکنید. میشه یه کار دیگه هم کرد و اینو احتمالاً انجامش بدم. کسایی که حالا فقط میخوان تو اینستاگرام ویدیوها رو ببینن و نمیخوان یوتیوب بیان، واقعا دوست دارم که اون کسی که تو اینستاگرامم هست و محتوای منو دوست داره اونم یه حمایتی کرده باشه. شاید بحث دونیت کردن و حالا حمایت مالی کردن رو انجامش بدیم. حتی شده آزمایشی ببینیم آقا از این 100,000 نفر چند نفر مرد عملن، ببینیم چی میشه. از هیروشیما بگو برامون. هیروشیما یکی از شهرهای ژاپنه که به خاطر انفجار اتمی معروفه. ببینید خیلی‌ها هستن که میتونم راجبشون صحبت بکنم، ولی فعلاً دلیلی نداره. چرا؟ چون گفتم من بحثم و محتوام بررسی کردن کار بلاگرها اصلاً نیست. من ترند سازم، اتفاقاتی که ترند میشه تو شبکه‌شون راجبمون ویدیو می‌سازم. ایشونم یه همکاری یه ماه هم باهاش داشتم، ولی خب انقدر نظرامون با هم متفاوت بود، من مشاوره پیج بهش می‌دادم، یه مشاوره محتوا منظورمه، انقدر نظرامون با هم مخالف بود که نتونستیم با هم کار کنیم. مثلا پرسیدم هدفت از پیج چیه، میگفتش که کمک کردم به زنان مستقل. بعد گفتم خب شما تا حالا یه دونه پست یا استوری در رابطه با
این همه ورزشکار زن که ما داریم نذاشتی. فکر کنم یه بار گذاشت اونم سر تیم ملی فوتسال یا تیم هاکیمون بود که اونم من دیگه انقدر گفتم. واسه همین دیدم خیلی اصلا طرز فکرمون با هم نمیخوره که با هم همکاری بکنیم. محتواش هم که خب مشخصه دیگه. حالا چیکار کنم بی محتوا نباشه پیجم؟ یه مدت راه رو کمی اشتباه رفتم. خب اینو باید ببینم که پیجتون چیه. ولی خب سعی کنید شما یه آموزش، یه ارزش افسوده برای مخاطبتون داشته باشید. دنبال تعداده نباشید. ببین شما اگر یه محتوایی درست بکنی که به آدمای اطرافت، دوستای نزدیکت، اونو بپسندن، خوششون بیاد، به نوبه خودشون هی اد استوری کنن، معرفی کنن به دوستای دیگه، احتمالاً مسیر درستی رو داری میری. فقط نه که دوستی خاله خرسه نه، الکی بگن به به چه چه، نه، یه جوری باشه که واقعا ارزش معرفی کردن به دیگران رو داشته باشه، حالا توی هر موضوعی که حالا تخصصتونه. بزرگترین ترست از زندگی؟ سوال سختی. از دست دادن مادرم. اصلا خیلی حالم مثلا گرگون شد. تا حالا تهدید شدی؟ بله. بخاطر تولید محتوا اگر منظورتونه، بله. چی شد افشاگر شدی؟ ویدیو اولتو دیدم خبری از این چیزا نبود. چون گفتم من اصلا افشاگر نبودم و نیستم. من ترند سازم. قبلش تولید محتوای آموزشی داشتم. خیلی با روحیاتم جور نبود، نه که جور نبود، علاقه داشتم، خوشم میومد در حد فان. شاید بازم از اون ویدیوها درست بکنم، ولی خواستر، نه که بیام صرفاً فقط مثلا چیزای مختلفو معرفی بکنم. توی تکنولوژی اون ترندی که اتفاق میفته بیام راجع به اون ویدیو درست کنم. از اون مسیر دور نشدم. اصلاً برای بار هزارم افشاگر نیستم. کی به کلاهبرداری کریپتو و منفعت طلبای فود بلاگر میپردازی؟ ببین راجع به ارز دیجیتال فکر کنم 1000 تا دایرکت دارم. ولی خب راجع به چیزی که اطلاعات ندارم نمیتونم صحبت بکنم واقعا. مگر اینکه برم وقت بذارم، اونم فکر می‌کنم خیلی داستانش پیچیده است. به این زودی وارد ارز دیجیتال نمیشم. ان‌شاءالله شما هم انقدر راحت وارد هر کاری نشید که یه موقع سرتون کلا بره. فود بلاگرها باید یه بررسی، مثلا فکر نمی‌کنم ما فود بلاگر داشته باشیم. یعنی کسی نیستش که بیاد بگه شما برید تو پیجش ببینی رستوران خوب و بد معرفی کنه. همشون پول میگیرن و میگن این خوبه. کدومشون میگه این بده؟ من ندیدم حداقل. راجب مهشید رئیسی تحقیق نمی‌کنی که حرفاش و شخصیتش واقعا چه جوریه؟ چی بگم، آنچه عیان است چه حاجت به بیان است؟ فنگشویی کنی که ویزا بگیری، آشغالاتونو بذاری جلو در که پولدار شی. شنونده باید عاقل باشه، ولی خب وقتی عاقل نیست. ان شاء الله اخبارهایی که میدین منصفانه است. اینو شما باید بگید، من نباید بگم. میشه بیوگرافی از خودتون بگید؟ چی مثلا میتونه واسهتون جذاب باشه؟ خیلی دوست داشتم یه ویدیو درست کنم در رابطه با اینکه من کیم. الان زوده براش، به موقعش درست میکنم. به نظرتون پارتنر چقدر تو موفقیت یا شکست آدم تاثیر داره؟ خیلی زیاد. حالا پارتنر فقط نه والا احساسی منظورتونه، کاری منظورتونه، ولی هر کدومش که باشه، اون کسی که میتونه انقدر نزدیک به شماست که پارتنرتونه، میتونه شما رو پوش کنه که تو این مسیر برید جلو، همونقدر میتونه جلوتونو بگیره. شما کنار یه سری آدم موفق که حضور پیدا کنی موفق میشی، پیش یه سری آدم بیکار که باشی شما هم بیکار میشی. این تأثیر حالا پارتنر یا دوسته. دوستای خوب داشته باشید. خیلی ها اوایل کاری که میکنید مسخرهتون میکنن، بعدن طرفدارتون میشن. خیلی هاتون مسخره کردن اون مسیر رو ول میکنن. خیلی به نظر من اگه به کاری که میکنید اعتماد دارید و اعتقاد دارید، حرف دوستا اصلا براتون مهم نباشه. شاید ظاهرا دوستتونن، واقعا دوستتون نیستن. جسارتا سوال داشتم، شما برای مشاوره پیج اینستاگرام هم فعالیت دارید؟ بله دیگه، من یه پیج دارم اسم امارات ایدیشن، توی بایو پیجم نوشتم که اونجا میتونید پیام بدید. مشاوره پیج و فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی رو آموزش میدم، مشاوره میدم. خیلی دغدغه اونجا چجوری تو اینستاگرام مثلا پست بذاره استوری نیست، اینا رو یه عالمه آدم دارن میگن آوی الگوریتم و فلان و این شرا برا. من بیشتر سعی میکنم به کسب و کارا، چون میبینم خیلی اصلا بیزینس پلان، اصلا کلا بیزینس کردن رو بلد نیستن و اومدن یه پیج زدن و دارن کسب و کارشون رو میبرن جلو، اصولا هم موفق نیستن و مشکلشون دقیقاً آشنایی نداشتن با اصول بیزینسه. فقط چون اینستاگرام یه قابلیت رو بهشون داده که یه پیج باز کنن مجانی، یه پیج زدن، کارشون اصولا نمیگیره. من تخصصی راجع به این قضیه صحبت میکنم. چرا تخصصی میگم؟ چون لیسانس هم مدیریت بازرگانی بوده، الانم که دارم MBA دانشگاه تهران میخونم. چیکار کنیم کسی رو پیدا کنیم که حرفمون رو بفهمه؟ به نظرم حرفتون رو بزنید. یعنی من موقعی که میخواستم ویدیو صدف یوتیوب درست کنم 23-24 کا فالوور داشتم. فکر میکردم که صدام به کجا میخواد برسه. اون ویدیو رو الان عکسش رو بهتون نشون میدم، 5 میلیون اگر اشتباه نکنم، چون چند وقتی گذشته، یا 4,900,000 اکانت دیدن. خیلی ها، شما یه کاری بکنی، یه حرفی بزنی که 5 میلیون آدم بشنون و ببینن. حالا اینکه اصلا نتیجه چی بود و کاری ندارم، بحث اینه که من حرفم زدم و حرفم شنیده شد. شاید مردم دنبال
آگاه شدن نیستن که الان من 1,000,000 فالوور ندارم از اون 5,000,000 نفر، ولی به هر حال اگر حرفتون حرف باشه شنیده میشه. بیزینس خوب رو توی چه چیزی میدونین؟ هر چیزی میتونه بیزینس خوبی باشه، بستگی به شما داره چجوری انجامش میدی. کاری که شما از انجام دادنش خوشحالی باش حال میکنی. 1401 برای با وجدانهای درست کار چطور خواهد بود؟ به نظرت از درست بودن و با وجدان بودن خسته نمیشن؟ ایشالله که خسته نشن. چند سالتونه و چی شد که فهمیدید به تولید محتوا علاقه دارید؟ من متولد 67ام، 30 شهریور، فیلمسازی رو خیلی علاقه دارم، احتمالا فیلم کوتاه بسازم. دوره‌هاشو رفتم آموزشگاه همسر آقای فرهادی، آموزشگاه بامداد، پیش شهرام مکری دوره گذروندم. فیلم ساختن رو خیلی علاقه دارم، فعلا حالا تولید رسانه و محتوا رو شروع کردم تا بعد ببینم چی میشه. حال دلت؟ حال دلم خوب نیست واقعا. دنیا دیگه جای قشنگی نیست به قول مهران مدیری. آیا درآمد یک یوتیوبر به شکلی هست که یک زندگی خوب داشته باشه؟ میتونه به اونجا برسه، اما نمیتونی از اول رو اون حساب کنی. یعنی شما باید یه کاری داشته باشی، بعد فعالیت تو یوتیوب بکنی، درآمدت رو ببری بالا، کانالت خیلی گسترش پیدا کنه، بعد که درآمدت به اون نقطه رسید که خودت راضی بودی، از اون شغلی که داری مثلا بیای بیرون، فعالیتت رو بتونی بیشتر کنی. اما اینکه به نام خدا برم یوتیوب که به پول برسم، شاید خیلی سخت اتفاق بیفته. چوسیه بلاگری چی مده بریم انجام بدیم فالوور بگیریم؟ چی بگم والا؟ نظرت راجع به شیما کاتوزیان چیه؟ من دنبالش میکنم چند وقتیه، به نظرم قابل اعتماد اومده. به نظرم یه مقدار تجدید نظر کنید. البته قابل اعتماد که آخه نمیدونم، شما اعتماد میکنید که چیش؟ ببین شما هر کسی رو میتونی دنبال کنی تو اینستاگرام، هر کسی، از بدترین آدمش بگیر با بدترین محتواش تا خوبترینش. این بستگی داره که چقدر رو شما تاثیرگذاره. این به شما ربط داره که اگر ایمان راد رو دنبال میکنی از ایمان راد بوت نساز. ایمان راد هم میتونه 1,000 تا ایراد داشته باشه. تا اونجایی که از من یه چیزی یاد میگیری، یه چیزی به شما اضافی میکنه، مشکل اکثر مخاطبین حالا یا کسایی که با بلاگرا و اینا مشکل دارن اینه که اینا تو مسیر خاکی دارن میرن جلو و تأثیر خوب نمیذارن روی بقیه. چه مقطعی رو در دانشگاه مدیریت میخونید؟ من دوره MBA برداشتم. یعنی اگه منظورتونه که کارشناسی ارشد قبول شدم، نه، من دوره کورس MBA پول دادم رفتم دارم میخونم که یه سری چیزا یاد بگیرم به خاطر کار مشاوره پیج و بیزینسی که دارم انجام میدم، یه مقدار معلوماتم بیشتر باشه. تا به حال کسی تهدیدت کرده؟ بله، گفتم. چه جور ساده نباشیم؟ من به شخصه زود برای کسی به به چه چه میکنم. خب تمرین کنید اینجوری نباشید. من تو ویدیویی که دارم درست میکنم همش این کارو میکنم دیگه، سعی میکنم هی نشونه هایی رو بهتون بگم که آقا این که داره این کارو میکنه، این نشونش اینه که درست نیست. اینو شما اگه یاد بگیری بعد از یه ویدیو، دو ویدیو، 10 تا ویدیو دیگه، یه ذره فکر میکنم متوجه بشه که ای خب انقدر ساده نباشم. چیکار کنیم ساده لوح نباشیم؟ دوباره همین سوال قبلی. و یه ذره معلومات باید بره بالا دیگه کلا. یعنی این وقتی که شما احتمالاً میذارید توی سوشال مدیا که بعدش الان احساس ساده بودن دارید، اونو بذارید کتاب بخونید راجع به چیزهای مختلف. کتاب داستان نه، کتابهایی که میتونه مقدار به آگاهیتون کمک کنه. مادر بزرگتون خوبه؟ خدا روشو که خوبه، دنبال عروس منه. میگه عروس چی شد؟ فقط عروسو بیار. چرا نباتو نقد نمی‌کنید؟ ببینید، چقایق دوست دوران دانشگاه منه. ما هم دانشگاهی بودیم و خب ارتباط داشتیم با هم دیگه. اون دوران دوستش ما بهش بگیم گندم، الان اسمش شده نبات. من نمیدونم، شاید خیلی شخصی باشه، به خودش ربط داره. اگر شما اسم و فامیلشو بنویسی بلاکت میکنه، دلیلش نمیدونم چیه. ولی تا زمانی که حالا ببینم سوء استفاده ای از این سادگی مردم نمیکنه، کلاهی سر کسی نمیذاره، راجبش دلیلی نداره صحبت کنم. دوست دارن فالوش کنن، دوست دارن مال ازش تاثیر بگیرن، بعد بگیرن، خوب بگیرن، نمیدونم. سر دکتر بگی من فالو کردم، میخوام بدونم چیز جدیدی نیست ازش؟ رفت تو گونی دیگه، خبر ندارین؟ کو پیجش؟ احساس خوشبختی و خوشحالی دارین؟ خیلی خوشحال نیستم. این دغدغه‌ای که دارم، این ویدیویی که دارم درست میکنم، خب باعث میشه من خیلی با نظرات مخالف که بعضن همشون هم به خاطر آگاهی نداشتن و دارم تمرین میکنم کلمه‌هایی نگم که بعدن هی بگن این چه کلمه‌ای که استفاده میکنی، ولی به خاطر پایین بودن از سطح آگاهی جامعه است و این خیلی اذیتم میکنه. خوشحال نیستم به خاطر اینکه این ویدیویی که درست میکنم حالمو خوب نمیکنه. اولش چرا احساس میکنم ها من یه ویدیو ساختم جلوی سوء استفاده فلانی رو گرفتم، 200,000 نفر از فالوور فلانی ریختم، اما میبینم که نه، اونقدی اینجا کسی ککش نمیگزه، میخوان مردم که این شرایط باشه. ببخشید که این پرسم، چی شد که برگشتید ایران؟ چه بگویم، هیچ عذر و بهانه ای ندارم جز قفلت سستی کردم. هرستون نمیگیره از این که شما در مورد
یه عده حقایق رو میگین ولی بازم از تعداد فالووراشون اونطور که باید کم نمیشه. من حرصم میگیره. ببین من خیلی دغدغم تعداد فالوورای طرف نیست. من دنبال اینم که مردم یه ذره فکر کنن و آگاه شن و مثلا ویدیویی که برای این خانم اتیکتیان درست کردم یه سری جوابایی که میفرستادن برای اون آدمایی که ویدیو رو برای دوستا و آشناهاشون میفرستادن اصلا عجیبه. یعنی چون میگی جای مغز تو کله اینا پهنه، ولی خب هست دیگه، دیگه چیکار میخوای بکنی؟ فوتبالی هستی؟ اگه آره طرفدار کدوم تیم؟ خیلی برام فرقی نمیکنه کی ببره کی ببازه، اما کل کل که باشه استقلال سرور پرسپولیس. چرا کتاب خوب معرفی نمی کنین؟ هر از گاهی کتابی که خودم میخونم و یا ازشون استوری میکنم یا میگم دیگه، ولی خب چشم. موجودی حسابت همین الان. یک نصیحت به مردهای متأهل. من چی کارم به مردهای متأهل نصیحت کنم؟ از زندگیتون لذت ببرید. بچه کجایی؟ جردن. من از 5 سالگی جردن بزرگ شدم، آریا شهر به دنیا اومدم. کاش از شیوا نصرتی بگید، نمیدونی چجوری میتازونه.